السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. جناب ما سعیتون مبارک. سلام جان ماستون قبول باد. شما مبارک باشه. خداوند طاعت عبادت شما هم فداکاری قربانی تان قبول کنه. سلامات بخواید. خوب هستین؟ چی حال دارید؟ زنده باشید. خیر هست که نیست. فضل خدا شما چی حال دارید؟ بخیر. خاله خیر هست دوستا اصدقا اندیوالا. زنده خوب باشین رئیس. ایده شتو شروع کنید. سلامات باشه. الحمدلله عید بسیار خوب شروع شده. و امید است که بخیر همینطور پیش بره. از خداوند جل جلاله هم متشکریم تا این حالت. میشه رمضان چطور سپری شد جناب مولوی صاحب؟ الحمدلله رمضان ماه مبارکی است، ماهی است که فرصت است به مسلمانان که بتانن دی ماه اجرت بیشتر کسب کنن. بله. عبادتی که در ماه رمضان ما شما میکنیم نسبت به دیگر ماه فرق دارد. بله. و عبادتش خداوند پاداش زیاد برای ما شما میده. طبعا عبادت با تکالیف همراه است، به تکالیف نیست. بله. اما تکالیفی که برای رضای خداوند باشه، تکالیفی که به محبت و به شوق انجام داده شد و عبادت شوه و اوجه تکالیفی هم باز سر عدم زیاد بار نمیشه. به خاطر این الحمدلله رمضان امسال بسیار خوب گذشت و خداوند ما عبادت ما شما را قبول کنه. جناب مولوی صاحب، عید امسال با عیدهای گذشته چی فرق داشته؟ کدام تغییر خاصی داشت میبینین شما؟ بله، سه کال اختر در نورو کلونو لختر سر از مون ساسی پا طولنه که توپیر لدی. پا نورو کلونو که با مشکلاتو پا افغانستان که اشغال موجودو طبعا لاشغال سره مقاومت او دل تستونزه وی مشکلات او جنگونه به ډیر داسې اخترونه مونږ تیر کړی دي چې په هغه کې ګلالي ځوانان مجاهدین هوادوال هغه شهیدان دل او خلک له رنج کړاو تکلیف دردونو سره لاس او گریوانو. الحمدلله الله جل جلاله یو نعمت مونږ تاسو ته راکړه چې دغه اسلامي نظام او اسلامي امارت پراتک سره دغه مشکلات ټول ختم شول، اشغال ختم شو، جنگونه ختم شول. د افغانستان کې چې کوم لوی مشکلاتو په کلیو او اطرافو کې خلک یو ولایت نه بل ولایت ته نه شوې تللی، یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته ویرېدل، مشکلات به و الحمدلله هغه مشکلات ټول لفه شول. اوس د امن یو فضا حاکمه شوې ده. نو کله چې امن وي، سوکالي وي، آرامي وي، طبعا هلته اختر ډېر خوند کوي. په اختر کې خلک خپلو خپلوانو کې راځي، بختر که خلق میلو زایونو تزی ولایتونو تا سفرونو کهی. نو پده که الحمدلله ایس مشکلات نشتا و الله جل جلانهو نو غارو چه دغه نعمت پا مونگه لا دوامداره که و لا پده نعمتونو این نعمتو مونه ازوی. آمین آمین. جناب مومن صاحب، ایجا که بخیر رفتین دیدار دوستا میرین، اول کجا میخواین برین؟ کیرا میخواین اول در روز عید سیام کیرا اول میخواین ببینین؟ بله، زمونږ د اختر معمول خدا سیده چې لمانځه وروسته راځو خپل کور ته. بله. اول د خپلې کورنۍ سره اختر مبارکي کوو، هغوی سره په لومړۍ برخه کې خوشحالي شروع کوو. بیا نو تقریبا معمول هم دا دی چې اول ورځ چیرته نه ځو، ځکه ډېر خلک ملګري دوستان خپل خپلوان هغه راځي پوښتنې ته راځي. نو چې کله مونږ کور کې نه یو هغوی راشي بیا بېنواسته نه شي خوند نه کوي. نو په همدې وجه اول ورځ په کور کې پاتې کیږو، دغه ملګري میلمانه چې هغه مونږ کره راځي هغوی سره اختر مبارکي کوو او دغه اختر لمانځو. په دویم ورځ، درېیم ورځ، څلورم ورځ، په دې ورځو کې بیا وځو دوستانو ته، خپلو خپلوانو ته، ملګرو ته، متعلقینو ته، مشرانو ته. نو دغه خوا ته ځو او د هغوی پوښتنه کوو. بسیار خوب. جناب مومن صاحب، وقتی که در ایام مکتب بودین و وقتی که مواصل بودین، ایدی گرفتین؟ بله، پا اختر که خوب، اختر خوب هر وقت اختر ده. بله. انسان پا هر حالت کی بی. بله. نو کلش محاصلینو اگه وقتی او خبر دا وچیز منگه علاقه خلری علاقه ده. بله. نو منگه دا محاصله و دا دغه یا دا دینی علوم و دا ذکری پا وقتی یا دا مکتب پا وقتی چه دغه طول مراحل منگ تیکری دی. نو پدی وقتی منگ مسافر رو. بله. نو یو خوب اختر رو، یو باغه خوشحالی و دویم دا چه لمسافره و راستانو و دوستان خپل خپلوان ممکتنو اگه زمان اختر با دبلو. نو لا خوشحاله بی بگه زیادی بی. بسیار خوب مانسر. شما زنده باشین که به ما وقت دادین. سلامت باشین.
در اخیر پیامتان داشته می باشیم و استان خدافیزی می گیریم. سلامت اوسئ. بس زمون پیغام خدا دی چې دغه نیکمرغه کوچنی اختر دی د هیواد دننه ټولو هیوادوالو مجاهدینو د اسلامي امارت مشرانو امیر المؤمنین حفظه الله ټولو هیوادوالو ته کاغه په شمال جنوب شرق غرب مرکز په هر ځای کې دي د ټولو دی مبارک الله تعالی طاعت عبادت د دوی قبول کړي. همدا رقم د اختر مبارکي د عالم اسلام ټولو مسلمانانو ته که د دنیا په هر برخه هر کونج کې وي هغوی ته د اختر مبارک وي. او پیغام همدا دی چې په امید دی چې دوی خوشحاله سوکال اختر ولري، که څوک له چا څخه مرور وي، مشکلات وي، باید دغه اختر په واسطه باندې دغه مشکلات هغه پرېږدي، خپلو منځ کې آشتي وکړي، خوشحالي وکړي، جوړه وکړي، روغه وکړي. دا یو موږ تاسو لپاره فرصت دی. په اختر کې پیغام همدا دی چې د مسلمانانو ترمنځ د وحدت ورځ ده، که هغه یو څوک په شرق کې وي که په غرب کې وي، ټول په یو وخت کې په یو انداز سره راځي د عیدګاه ځای ته یا په جوماعتونو کې عیدګاهو کې چې اختر کم لمونځ کم ځای کې کوي او د الله جل جلاله عبادت ادا کوي. دا یو وحدت خبره ده، بیا راځي په ټول یو صف کې ودرېږي او بل سره. نو په همدې سبب اختر د وحدت او د خوشحالۍ یو فرصت دی. امید دی چې ټول خلک له دې نه استفاده وکړي. شما زنده باشین جناب. سلامت باشین. معاون صاحب ضیاء الحق حقمل، معاون عمومی ریاست تلویزیون ملی.